وقتی صحبت از پیشگویی کارتون ها میشه، بیشک ذهن همه ما به سمت مجموعه سیمپسون ها سوق پیدا میکنه. اما شاید باور نکنید که حتی 26 سال قبل از پخش اولین قسمت سیمپسون ها، انیمیشنی پخش شده که اکثر اتفاقای حال حاضر دنیا رو پیشگویی کرده. اولین قسمت انیمیشن جتسون ها در سال 1962 از شبکه ABC پخش شد. این انیمیشن قصه خانواده‌ای رو روایت میکنه که در آینده زندگی میکنند. اونها به وسیله وسایل پیشرفته خود سعی دارن که پروژه های فضایی خود را به درستی انجام بدن. شخصیت اصلی این فیلم جورج جتسونه که به همراه آقای اسپیسلی با اختراعهای خودشون همه رو شگفت زده می کنند. کل فضای طراحی شده این انیمیشن در آن زمان کاملا فانتزی و غیر قابل تحقق به نظر می رسید. جالبه که اوج پیشرفت بشر و فناوری در دهه 60 میلادی تلویزیون های رنگی بود که از اواخر دهه 1960 وارد بازار شد. ما در این ویدیو چند تا از پیشگویی های این مجموعه مرموز رو که تا به الان به حقیقت پیوستن مرور می کنیم. در ادامه از شما میخوام که اگه تا به الان عضو کانال من نبودید، با زدن دکمه قرمز سابسکرایب عضو کانال بشید تا جدیدترین ویدیوهای این کانال رو از دست ندید. در این مجموعه ربات خدمتکاری به نام رویسی وجود داره که کارهای تمیزکاری خانه شخصیت اصلی فیلم رو انجام میده. نوع کاراکتر و کارکردی که اون در این قسمت‌های سیاه و سفید جتسون‌ها نشون داده میشه، دقیقاً مثل کارکرد جاروبرقی‌های هوشمند جدیدیه که به تازگی وارد بازار شدن و باعث تحولی بزرگ در این زمینه هستند. فقط کافیه که ببینید رویسی در سال 1962 چطوری اتفاقات سال 2021 و یا 2022 رو نشون میده. دنیای ما با سرعت زیادی در حال حرکت به سمت تمام ماشینی شدن در همه زمینه هاست. صندوق پرداخت اتوماتیک فروشگاه ها، ماشین های نسل جدید، تخلیه بارهای عظیم و فناوری هوش مصنوعی تنها تعداد کمی از این پیشرفت ها رو برای ما نشون میده. به نظر آقای ویوید ویندام، محقق رباتیک دانشگاه نیویورک، این پیشرفت ها دیگر مثل یک رویا نیستند، بلکه بشر در حال زندگی کردن با اونهاست. But when I was young, it was my favorite TV series. I expect to have a robot like Rosie cleaning up after me. Rather than having servants and maids and chauffeurs, we'll have robots serving us. همچنین در قسمت دیگر از این مجموعه جورج جتسون پدر خانواده رو می‌بینیم که پشت میزی نشسته است و تنها با فشار دادن چند دکمه در حال انجام دادن تمام کارهای روتین روزانه خودشه. او به تنهایی تعداد زیادی کار رو در زمانی کم و به بهترین شکل انجام میده. در پلان بعد هم آقای اسپیسلی که همکار اون در این پروژه است، از اتوماسیونی که در حال اتفاق افتادنه ابراز رضایت می‌کنه و به آقای جتسون میگه که کارها باید به همین شکل انجام بشن. در ادامه آقای اسپیسلی به این نکته اشاره می‌کنه که این فناوری ممکنه باعث بشه که اونها دیگه به هیچ انسانی برای انجام کارهای روزانه خودشون نیاز نداشته باشند. این صحنه مجموعه جتسون ها به وضوح نشان میده که در آینده نزدیک اتوماسیون و هوش مصنوعی با هم باعث از بین رفتن تعداد زیادی شغل خواهند شد. افزایش استفاده از اتوماسیون، هوش مصنوعی و دیگر فناوری ها نشان میده که نقش انسان ها در اقتصاد به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. اما تاثیر واقعی میتونه متفاوت تر باشه. با اینکه این تکنولوژی ها یک سری مشاغل رو حذف می کنند، اما بسیار شغل دیگه هم ممکنه ایجاد کنند. یک یافته مهم اینه که تعداد خالص مشاغلی که از دست رفته و یا به دست اومده معیار ساده‌ای برای سنجش اثر دیجیتالی شدنه. به عنوان مثال حذف 10 میلیون شغل و ایجاد 10 میلیون شغل جدید ظاهرا اثری ناچیز داره، اما در واقع چنین چیزی نشان دهنده یک وقفه اقتصادی بزرگ در یک کشور میتونه باشه و شغل میلیون ها نفر رو در معرض خطر قرار میده. به طور کلی کامپیوترها وظایفی رو که برای انسان ها سخت و یا زمانبره به خوبی انجام میدن، اما در کارهایی که انجام اونها برای انسان ها راحت تره چندان اثر بخش نیستن. با اینکه فناوری های جدید برخی مشاغل رو حذف میکنن، اما در بسیاری از حوزه های دیگه ممکنه کیفیت رو جانشین این نقص بزرگ کنند. و اینکه مهمترین چیز در این فرایند بر طبق آن چیزی در مجموعه جتسون ها نشون داده میشه اینه که انسان ها بتونن بین این دو فاکتور، یعنی اتوماسیون و ایجاد شغل برای انسان ها، به یک تعادل و یا بالانس نسبی برسند. در یکی دیگر از قسمت های جتسون ها پیشگویی بی سابقه از اختراع پرینترهای سه‌بعدی هم وجود داره. این قسمت از این مجموعه که در سال 1963 پخش شده، یکی دیگه از نوآوری‌های بشر رو نوید میده. در این قسمت همسر آقای جتسون که خود رو برای برگزاری یک پارتی بزرگ آماده می‌کنه، به وسیله ماشینی که بسیار شبیه به پرینترهای سه‌بعدیه، مقدار زیادی غذا رو آماده این مراسم می‌کنه.
پرینترهای سه‌بعدی در چند سال اخیر در میان تمام مردمان دنیا با اقبال چشمگیری روبرو شدند. آگاهی از انواع روش‌های پرینت سه‌بعدی و مزیت‌ها و محدودیت‌های هر کدام از اهمیت ویژه‌ای در شناخت این فناوری برخورداره. امروز حدود 25 تکنیک برای پرینت سه‌بعدی در دنیا وجود داره و یکی از اونها هم پرینت سه‌بعدی غذاه. آخرین انقلاب در صنعت غذاسازی به حدود 70 سال پیش که مربوط به نوآوری ماکروویو بود برمیگرده. ولی اکنون زمان رویارویی با دستاورد جدیدی به نام پرینتر سه‌بعدی غذا است. پرینتر سه‌بعدی غذا شاید کمی غیرواقعی به نظر برسه. کافیه به نوآوری‌های ارائه شده در این زمینه از قبیل فودینی به عنوان پرطرفدارترین چاپگر سه‌بعدی که با استفاده از 5 کارتریج مختلف عهده‌دار تولید محصولات متنوعی از ژله تا همبرگر هست بیاندازیم. چاپگرهای سه‌بعدی مواد غذایی فناوری نسبتاً جدیدی هستند و هنوز آنطور که باید شناخته شده نیستند. به وسیله این چاپگرها میشه مواد غذایی رو به صورت اشکال هندسی پیچیده تولید کرد که تولید اونها با روش‌های سنتی کاملاً غیرممکنه و یا به زمان زیادی نیاز داره. همچنین انتخاب نوع ماده مصرفی مطابق با سلیقه شخصی، ساخت غذاهای سالم و حفظ محیط زیست از ویژگی‌های دیگر این پرینترهاست. از میان تمام پیشبینی‌هایی که در مجموعه جتسون‌ها در دهه 1960 انجام شده، هیچ کدام به اندازه تماس‌های تصویری در زمان حال تحقق نیافته است. تقریباً در تمام قسمت‌های این مجموعه ما با صحنه‌هایی مواجه می‌شیم که اعضای خانواده به وسیله این تکنولوژی تصویری که تا حدودی شکلی خنده‌دار هم داره با هم در ارتباط هستند. جالبه که بدونید در اکثر قسمت‌های این انیمیشن زمانی که مادر خانواده در حال انجام تماس‌های تصویری خودشه همیشه این نگرانی رو داره که شاید مدل موهاش مناسب نباشه. اتفاق و وسواسی که در زمان حاضر و با گذشت بیش از 50 سال از پخش این مجموعه تقریبا در تمام ما انسان‌ها وجود داره. در زمان حاضر تقریبا تمام اپلیکیشن‌های متداول در سطح جهان قابلیت تماس تصویری دارند و تماس‌های ویدیویی تورایی جزئی جدایی ناپذیر از زندگی ما شدند. اما آیا جتسون‌ها این پیشگویی رو بی پایه و اساس انجام دادند؟ جالبه که بدونید تلاش برای برقراری تماس‌های ویدیویی تاریخی 90 ساله داره. تکنولوژی ویدیو کنفرانس تاریخچه‌ای بسیار طولانی و پرفراز و نشیب داشته. شروع استفاده از این فناوری به سال 1870 باز می‌گرده، زمانی که مفهوم انتقال تصویر بر روی سیم‌های انتقال صوت به وجود آمد. اما بسیاری نقطه شروع استفاده از تکنولوژی ویدیو کنفرانس را سال 1927 می‌دانند که یک تماس ویدیو کنفرانس بین آزمایشگاه کمپانی بل و واشنگتن دی سی برقرار شد. سال 1927 مهمترین سال برای این تکنولوژی بود، زمانی که قدم اول در این زمینه برداشته شد. در این سال اولین تماس ویدیویی بین دو آزمایشگاه برقرار میشه و در این تماس ارتباط صوتی دو طرفه نیز وجود داشته. این به مانند شروع اولین گام برای ویدیو کنفرانس بود. بعدترها کمپانی AT&T که در زمینه‌های ارتباطی بسیار معروف بود هم این تکنولوژی را ادامه داد. این کمپانی از زمان‌های بسیار دور فعال بوده و در زمینه ویدیو کنفرانس نیست از ریشه دارترین شرکت هاست. کمپانی AT&T در سال 1956 نمونه اولیه از تلفنی تولید کرد که بعدها به نام پیکچر فون معروف شد. این تلفن اولین تماس تلفنی ویدیویی را برای عموم برقرار کرد. کاری که در پیکچر فون انجام میشد این گونه بود که تصاویر اشخاص ثابت بودند و هر دو ثانیه یک تصویر جدید به سمت مقابل ارسال میشد. این ارتباط از طریق خطوط تلفن سنتی یا همو PSTN انجام میگرفت. همچنین در سال 1991 همزمان با عمومی شدن اینترنت این عرصه وارد پیشرفت دیگه ای شد. در سال 1991 کمپانی IBM کمپانی پیکچر تل رو به عنوان شریک تجاری خودش در زمینه چند رسانه‌ای معرفی میکنه. این شرکت در این سال به دنبال راه اندازی سیستم ویدیو کنفرانس بین کامپیوترهای شخصی بود و دو سال بعد هم موفق به انجام این کار شد. سال 1993 اولین وبکم اختراع میشه. این اختراع مهم رو دانشجویان دانشگاه کمبریج انجام میدند. این وبکم تصاویر رو یک فریم بر ثانیه فیلم برداری میکرد و همچنین وضوع تصاویر نیز 129x129 پیکسل خاکستری بود. و این وبکم در نهایت باعث به وجود آمدن انقلابی شد که در زمان حاضر ما در حال استفاده روزانه از آن هستیم.